مردم ایران باید بدونن که با 200 میلیونی که میتونن پراید بخرن در ایران، در امارات میتونن بنز بخرن. این یعنی که متوجهشون بکن که یه چیزی از جیب اینا داره میره تو جیب مافیا. اونایی که از چین قطعه وارد میکنن به نام قطعه ایرانی، فاکتور میکنن، پولش از کی میگیرن؟ از مردم، از من و تو دارن میگیرن. خب یکی از آقایون خودروساز اومده مصاحبه کرده، همین امروز خبر داغه، میگه ما به ازای هر ماشینی که تولید میکنیم 70 میلیون داریم ضرر میدیم. یعنی هم فرایده خب بله. خب مرد حسابی تولید نکن، اصلا درشو ببند. یعنی تو تا اینجا داری از ما پول میگیری بابت یک ماشین فکستنی، قره کشی میکنی، پدر صاحب خریدار رو در میاری تا یه دونه ماشینی که میبینیم توی تصادفات توی جاده چجوری کار میکنه اون ماشین رو تحویل مردم بدی. بعد میای تازه مصاحبه میکنی میگه ایربگش هم باید زاویه 37 درجه باشه. بعد تا میبینی راجع به قیمت خودرو داریم صحبت میکنیم، میگی که هر خودرویی که میسازم 70 میلیون هم دارم ضرر میکنم. خب به درک نساز. آقای رئیس پلیس راهور خیلی حرف خوبی زد، گفت آقا ما از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت اگر خودروهام با کیفیت باشه وارد بکنیم، میتونیم پول همه کارگرایی که در سایپا و ایران خودرو دارن کار میکنن الالعبد ما حقوقشون رو بدیم، به شرط که پا رو از رو اینجا بردارن تا میبینن که یه اتفاقی داره میفته. حالا این مسئله واردات خودرو رو من بهش خوشبین نیستم، آه برای اینکه این قید و بندهایی که گذاشتن همینی هم که الان مسبب شده. شما ببین چجوری خرابش خواهند کرد. شما ببین الان این تبصره هایی که تو این لایحه وجود داره که خودروی تا 1000 cc، خب مرد حساب جارو برقی که نمیخوایم وارد بکنیم، آخه خودروی 1000 cc مگه داریم ما؟ بعد تا 700 دلار. اصلا به چه دلیل؟ میگم عرضم اینه دیگه. ببین ما استاد خراب کردن بهترین راه حل ها در ایران هستیم.